سلام و درود، امیدوارم خوب و خوش و خرم و سلامت باشید هر جای دنیا که هستید. یکی از مسائل خیلی مهم در واقع ثبت نام دانشگاه مجارستان هست برای ورود به رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی که هر سال امتحان ورودی برگزار میشه و برای امتحان ورودی دانشجوها همیشه دچار استرس هستن و میخوان که توی امتحان شرکت کنن، اما ثبت نام هر کدوم از دانشگاه به یه شکل است. برای دانشگاه سمل‌وایز وبسایتی وجود داره به نام سمافور که بچه‌ها میان توی این سمافور و ثبت نام میکنن. در دو فیلم گذشته من در تو ثبت نام در سمافور و همینطور 0 تا 100 ثبت نام در امتحان ورودی دانشگاه سمل‌وایز و هزینه ها و نحوه واریز هزینه، همه این موارد صحبت کردم. در این ویدیو قصد دارم به بخشی از وبسایت سمافور بپردازم که راهنمای دانشجویان هست، بخش هلپ. اگر میخواید که تا پایان این ویدیو رو با من همراه باشید و ببینید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید اگر تا الان سابسکرایب نکردید و ویدیو که تموم شد اگه خوشتون اومد لایک هم بکنید و این ویدیو رو با بچه ها شیر هم بکنید. با من همراه باشید. مهدی داراست هم مدیریت CIS گروه. بیش از 30 سال است که ما در زمینه نظام دانشجو فعالیت میکنیم و 32 سال هست که نمایندگی تمامی دانشگاه های مجارستان رو داریم، مثلا به صورت رسمی 1992، و تمامی دانشگاه علوم پزشکی مجارستان رو ما فعالیت میکنیم. خدماتمون رایگان هست، هیچ هزینه‌ای نمیگیریم به لحاظ اینکه ما نماینده رسمی دانشگاه هستیم و همینطور کالج های مجارستان. خب بریم با هم بخش هلپ رو ببینیم. تو این بخش خیلی قشنگ و خیلی عالی اومده مرحله به مرحله توضیح داده و گفته که دانشجو وقتی میخواد که ورود کنه برای ثبت نام دانشگاه سمل‌وایز چه کارهایی باید انجام بده. اینجا شما می‌بینید من پروفایل رو خب کامل کردم، اصطلاحاً البته می‌بایستی که مدارک آپلود می‌کردم بماند. تو قسمت اپلیکیشن هم که خب 2 تا اپلیکیشن انتخاب کردم، یکی برای پزشکی یکی برای دندان، که وقتی شما اومدی و اون پیمنت رو انجام دادی، بعد مرحله بعدی به شما تاریخ رو میده، میتونی تاریخ انتخاب بکنی و شرکت بکنی برای امتحان. داکیومنت هم که من چیزی نفرستادم، یوزر اکانت هم که اینجا هست که مشخصه. تو قسمت هلپ شما اینفورمیشن خیلی زیادی رو در هلپ میبینی که میتونید بیاید و مطالعه بکنید. این هلپ هم به شما خیلی کمک میکنه. خب توی این هلپ هم شما بیاید بخونید، قشنگ مرحله به مرحله همین صحبت‌های من رو اومده برای شما تکرار کرده که چه کارهایی باید انجام بدید، رجیستر کنید، در واقع 2 تا پسورد به عنوان پیش‌فرض بفرستید، برای شما ایمیل میاد، ایمیل که اومد ایمیل رو کانفرم میکنید، ورود میکنید، لاگین میکنید، اینجا لاگین که کردید ورود میکنید به سمافور. خب ایمیلتون رو با پسورد رو میزنید لاگین میکنید، تو اینجا که ورود کردید پروفایل رو اول کامل میکنید، پروفایل قسمت های ستاره دار رو باید کامل کنید همونطور که میبینید و که اومده نشون داده ستاره دارا رو. بعد خدمت شما عرض بکنم که تو این قسمت اگه دیپلم نگرفتید هنوز و تا قبل از امتحان میتونید مدارک دیپلم رو ارائه بدید، اینجا رو میزنید. اگر نه که تو این قسمت که دیپلم گرفتید علامت میزنید و میرید جلو. و آپلود مدارک هست تو این قسمت. تو این قسمت هم اومده گفته که شما بعد اینکه پروفایل تو کامل کردی میای میری روی اد نیو اپلیکیشن، همون کاری که من کردم، یه اپلیکیشن جدید باز میکنید، میاد انتخاب میکنید که مثلا میخواید پزشکی شرکت بکنید یا دارو یا دندان پزشکی. بعد میاد اینجا خدمت شما عرض کنم که این رو اکسپت میکنید، چک باکس رو تیک میزنید، اکسپت میکنید. مرحله بعد از اکسپت شما مرحله رپرزنتیف هست که انتخاب نماینده است، نماینده رو انتخاب میکنید و کانفرم میکنید. خدمت شما عرض کنم مرحله بعدی بعد اینکه نماینده رو کانفرم کردید، اینجا برای شما یه باکس دیگه باز میشه، موتیویشن لتر میتونید بفرستید. تو این قسمت ریکامندیشن لتر میتونید بفرستید. اگر بچه‌هایی که توی مثلا مک‌دنیل یا کالج‌های دیگه دوره گذروندن و سرتیفیکیت دارن، اون سرتیفیکیت میتونن بفرستن. اگر نرسینگ پرکتیس مثلا اینجا اومده نسال زده، کسایی که مثلا کاری تو زمینه پرستاری یا علوم پزشکی داشتن میتونن مدارکش اینجا باز آپلود بکنن. تو این قسمت باکس دوم تو اینجا اومده گفته $350 پیمنت که شما انتخاب می‌کنید از چه طریقی بفرستید. تو این قسمت پیمنتتون رو میاد خدمت شما عرض بکنم که ادمیشن پروسیجر فی هست که آپلود می‌کنید اگر به حساب بانکی واریز کردید. بعد اینکه این پیمنت رو شما انجام دادید، اینجا برای شما گفته یکی از دو روش، اگه مثلا 2 تا اپلیکیشن دارید باید 2 تا پیمنت داشته باشید، یه دونه اگر دارید یه دونه پیمنت باید داشته باشید.
مرحله بعدی خدمت شما عرض بکنم که پیمنت رو انجام شد، همه مدارک کامل بود، سابمیت رو انجام میدید، دیگه هیچ کار دیگه ای ندارید، یعنی هم پروفایلتون کامله هم اپلیکیشنتون کامل شده، سابمیت رو انجام میدید. بعد سابمیت خدمت شما عرض کنم که برای شما تایم باز میشه، همینطور که میبینید اون وقت شما اینجا میاد از این تایمایی که اینجا هست انتخاب میکنید که کدوم تایم رو میخواهید، کدوم دیت رو میخواهید، دیت آف انترنس اگزامینیشن میخواهید که شرکت بکنید. من بزرگترش بکنم، ببینید الان اینجا، ببینید اینجا کامل نشون میده، مثلا 14 فوریه 18 فوریه اینا مثال البته نمونه است، و دیت رو انتخاب میکنید. خدمت شما عرض کنم که رجیستریشن میکنید اینجا، هر کدوم از این دیتا رو که خواستید تیک میزنید، وارد میشید و اینو فعال میکنید، اکتیو میکنید. مثلا اینجا این دیت اینجا اکتیو شده برای اینجا 16 فوریه 2020 مثال این البته. بعد دیتا رو که انتخاب کردید اینجا تیک میخوره دیتتون و مرحله بعدی براتون ایمیل میاد که تو اون ایمیل خدمت شما عرض کنم اگر اروری چیزی باشه، میسینگ داکیومنتی باشه، به شما اعلام میشه و شما میتونید که اون رو کامل بکنید یا برای نمایندتون میره. و تو این قسمت شما اگر میبینید اگه اشتباهی باشه، مثلا توی تکمیل پروفایل بهتون اعلام میشه که اشتباهاتو برطرف بکنید، کارکشن میکنید، کامل میکنید. اصلا اینجا گفته اپلیکیشنتون کارکشن نیدد، یعنی نیاز داره که درست بشه اصلا. بعد میایید سابمیت میکنید دوباره اون قسمت هایی که کامل کردید رو، بعد اینجا به شما یه پیام میده ساکسسفول سابمیتد. دیگه خدمت شما عرض کنم که شما ساکسسفول است و پروفایلتون دیگه کامله، مشکل دیگه نداره. امتحان میدید، بعد اینکه امتحان دادید نتیجه برای شما میاد، After receiving a decision برای شما نتیجه میاد توی ایمیل میشه که تو نتیجه به شما میگن رد شدید یا قبول شدید. اگر رد شده باشید که خب شما تو امتحان دیگه میتونید شرکت بکنید، اگر قبول شده باشید شما نمیتونید امتحان دیگه شرکت بکنید، مگر بیاید این در واقع تکلیف پذیرشی که شما رو براتون فرستادن مشخص کنید. و شما اگر اینجا پذیرش که براتون فرستادن رو بیاید یس بزنید و بگید که من این رو قبول کردم، اوکی هست، که تو این مرحله وقتی به شما قبول کردی بایستی بیایی که اصطلاحاً دپازیت رو واریز بکنید. دپازیت اینجا اکسپت میکنید، دپازیت هم با شما بایستی واریز بکنید که $2000 هست، و مدیکال سرتیفیکیت رو هم شما بایستی اینجا تو این مرحله آپلود بکنید، یعنی مدیکال سرتیفیکیت آپلود میشه، $2000 هم شما واریز میکنید. اینجا تو این قسمت گفته تیوشن فی دپازیت مرحله اول $2000، و یا اینکه میتونید بیاید اصلا یه ترم شهریه که همون مثلا برای پزشکی دندان 9100 تا بود رو واریز بکنید، که اینجا شما میایید شهریه رو واریز میکنید یا دپازیت 2000 تا رو واریز میکنید، که دو هفته شما فرصت دارید برای واریز دپازیت 2000 تایی که بهتون گفتم اون دپازیت غیر قابل برگشت هست، یعنی میتونید شما 2000 تا اول بدید، 7100 تا مثلا بعدن واریز بکنید اگه برای پزشکی دندان هست. برای دارو اگر هست 2000 تا اول میدید، 4000 تا هم بعدن واریز میکنید تا اون ددلاینی که براتون مشخص کردن، معمولا تا نیمه جولای یا تا آخر جولای فرصت هست، توی بولتنش نوشته این رو به صورت کامل. خب شما دپازیت رو واریز کردید، مدیکال سرتیفیکیت رو هم که فرستادید اکسپت میکنید و سابمیت میکنید، در واقع اینجا شما پذیرفته شدید، کارتون تمام شده و تیوشن رو هم پرداخت کردید و اینجا مرحله کانگراتولیشن هست و شما تبریک میگن که دیگه شما همه کارتون انجام شده، پذیرفته شدید مثلا در یکی از این دو موردی که انتخاب کرده بودید شرکت بکنید. خب همونطور که میبینید تمامی مراحل به صورت آنلاین انجام میشه. اگر سوالی هم داشته باشید به این ایمیل english.secretariat@semmelweis-univ.hu تو این قسمت میتونید مراجعه بکنید و ایمیل رو هم بفرستید. خب میبینید که خیلی کامل همه چیز رو توضیح دادن، یعنی هم توی قسمت هلپش هم توی توضیحاتی هم که من براتون گفتم همه چیز واضح و روشن و مبرهن هست و خیلی خوب توضیح داده شده. خب اگه از این دسته ویدیوهای من خوشتون میاد و فکر میکنید که براتون مفید واقع شده، حتما لایک بکنید، سابسکرایب هم فکر کنم انشالله که کردید. اگه سابسکرایب نکردید الان سابسکرایب رو بزنید، همین پایین مایناس خوبه، خساست نکنید،
و لایک هم بزنید، با بچه‌ها شیر کنید، بچه‌ها این ویدیوها به دستشون برسه. لایک شما هم محبت خیلی زیاد شماست، باعث میشه که یوتیوب این ویدیو من رو به دوستان زیادی نمایش بده و ببینن و اینفورمیشن در تو امتحان ورودی دانشگاه مجارستان به دست بیارن. هدف ما هم واقعا همین، هدف دیگه ای نداریم. امیدوارم که همه جوانان از کشورمون بتونن روزی به آرزوهای خیلی زیباشون برسن. پاینده و پایدار و پویا باشید. یا حق. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید. کلیل زنگوله رو هم فشار بدید تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم خیلی سریع مطلع بشید. اگر ویدیوی ما خوشتون اومده، حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.